در سبد این معلمای ما آقای دکتر پرویز شهریاری بود که هنوز من با بعضی از شاگردان ایشون توی آمریکا که در موفقیت های متفاوتی دارن جمع میشیم. هنوز موقعی که میپرسیم که معلم ریاضیتون کی بود، بلافاصله همه میگن پرویز شهریاری، مثل اینکه از یکی بپرسیم که پدرت چی هست، به همین ذهنها، به همین شفافی هست از دورانی که ما با آقای دکتر شهریاری گذراندیم و اثری که ایشون توی زندگی ما داشتن. و اینجا دبیرستان فیروز بهرامه که در سال 1312 به همت بزرگان جامعه زرتشتی درست شده و برای آموزش زرتشتیان و ایرانیان به وجود اومده و استاد در این مدرسه تدریس میکرده و شاگردان استاد امروز آدمهای متخصصی هستند که در جاهای مختلف کار میکنن و باعث افتخار جامعه ایرانی در جامعه خارج از ایران هستند. بعد از مدت‌ها با جوانای فیروز بهرام دوباره روبرو میشم. من سالها تو دبیرستان فیروز بهرام درس دادم و همیشه لذت بردم. سالهای اولی که اینجا درس میدادم برای همه شما ما قبل تاریخه، یعنی سال 1326 شمسی بود. اما در این فرصت بسیار کوتاهی که دارم میخوام دو نکته رو با شما در میون بذارم. یه نکته این هست که کشور ایران علاوه بر قبل از اسلام که یک فرهنگ درخشانی داشته و در همه زمینه‌های علمی پیشرفته، از تقریبا قرن سوم هجری شمسی تا قرن نهم، یعنی در اون 600 سال سردمدار علم جهان بوده. در این دوره دانشمندانی داریم و چنان پیشرفت کرده بودیم هیچ کشوری نمیتونست با کشور ایران مقابله بکنه از نظر علمی. من یه توصیه سفارش دارم و اون سفارش من این هست که هر گونه افتخاری داشته باشید مربوط به ایران هست و سعی کنید که از ایران نروید، برای تحصیل اشکال نداره، منتها بعد برگردید به ایران و در اینجا خدمت کنید. برگشتم، سربازی رفتم، در تلویزیون ایران کار کردم، در مرکز سنجش از دور کار کردم، ولی مصادف شد با آمدن آقای قطب‌زاده که اون موقع اومد و رئیس رادیو تلویزیون شد. صریحاً ایشون از یک مقدار تحصیل کرده های ایران دعوت کردن که برن از ایران، گفتن به شما احتیاجی نداریم، ایران رو فقط لغتی که ایشون فکر میکرد براش محبوبیت میاره، ما فقط از پا برهنه ها رو میخواییم، فکر میکنم این حرفی بود که ایشون زدن و ما دعوت شدیم که بریم از ایران.
و در یک محیطی که میگفت لازمه تو نداریم، خب یه عدد رفتن من جمله من. خیلی ممنون. من اصولا معتقدم مدارس تقسیم شدن دولتی و غیر انتفاعی و نمیدونم انواع دیگه که هست اصلا کار درستی نیست. همه مدارس باید دولتی باشن. برای این قانون اساسی ما میگه از دبستان تا دانشگاه باید آموزش مجانی باشه و بنابراین معنی نداره که به صورت غیر دولتی و انتفاعی و غیر باشه. مدارسی مثل مدرسه تیزهوشان اصلا یعنی چه؟ این به معنای اینه که شاگردی که نیومده اونجا کندهوشه؟ من عبارت از این هست که دوره متوسطه و ابتدایی رو در 10 سال، 5 سال دوره دبستان و 5 سال دوره دبیرستان خلاصه کنیم و فقط صبح ها باشه و اون چیزهایی رو یاد بگیرن که اگر کسی میخواد بعد از دیپلم ترک کنه تحصیل رو، اون چه که لازم هست از دانش ها یاد گرفته باشه. همین. اون وقت بعد از ظهرها کلاس هایی بذاریم که مثلا من اسمش گذاشته بودم انجمن ها. انجمن ریاضی، بیولوژی، هنر و انواع انجمن ها. مثلا در انجمن ریاضی که تمام دبیرستان رو باید اون 5 سال ادامه بدن، به اندازه یه لیسانس ریاضی چیز یاد میگیرن. این طبیعی هست میره رشته ریاضی. اما برای قبولی بعد از ظهر با صبح فرق داره. کسی ممکنه صبح قبول شده باشه تو کلاسش اما بعد از ظهر قبول نشده باشه. قبولی درس بعد از ظهر رو مثلا کسی که انجمن ریاضی رو انتخاب کرده باید 3 نفر، 4 نفر از دانش آموزان همون کلاس خودش که در ریاضیات ضعیف هستن به اونها هم یاد بده. نمره اونها هم، یعنی معدل نمره اونها هم در یه نمره اون خواهد بود علاوه بر نمره های ریاضی که میگیره. و کسی که به این ترتیب این انجمن ریاضی رو تموم کنه میره رشته ریاضی و در حالی که به اندازه لیسانس ریاضی کار داره.